ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها، همون طوری که ایران قیام کرد اونجا هم خواهد پیروز شد. امروز مردم توی صحنه‌ن، در مصر، در تونس و در بعضی از نقاط دیگر. این باید هدایت بشود. دشمنان سعی میکنن این حرکت رو غیر اسلامی نشان بدن. این خطاست، قطعا اسلامی است. شعارهای مردم، حضورشون در نماز جمعه اینها رو نشان میده. بنابراین قطعا اسلامی است، اگرچه سعی میکنن دشمنان نگذارن که این اسلامی بودن تشبیه بشود. Egypt has been a partner of the United States over the last 30 years, has been instrumental in keeping the peace in the Middle East between Egypt and Israel. If you look at first Tunisia and then Egypt, not a party in Tunisia was very low profile, said practically nothing. And the same thing for the Muslim Brotherhood in Egypt. It wasn't on the front lines of the demonstrations. The Arab revolutions in Tunisia, in Egypt, and in Libya have not been Islamist at all, and they don't have any Islamist nature. غافلگیر شدند. آمریکا در این قضایا غافلگیر شد. ضربه به او ناگهانی وارد شد. صهیونیست‌ها همینجور، دولت‌های مستعمر پرمدعای اروپایی همینجور، اینا غافلگیر شدن اما میخوان هر جور ممکنه بر صحنه مسلط بشن. چون تحلیل درستی از حوادث نداشتن، مردم رو نمیشناختن، مواضع متناقضی گرفتن. از حسنی مبارک تا آخرین لحظه‌ای که میشد دفاع کنن دفاع کردن، بعد دیدن دیگه نمیشه، اون وقت انداختنش دور. این تناقضه در خواست اونها و تمایلات مردم و مشاهدات مردم روز به روز بیشتر میشود. دم از دموکراسی میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از امنیت جهانی میزنن، دم از مبارزه با تروریسم میزنن، اما باطن شریر اونها حکایت از جنگ طلبی اونها میکنه، حکایت از پایمال کردن حقوق ملت ها میکنه، حکایت از میل وافر و اشتهای سیری ناپذیر اونها بر منابع انرژی جهانی میکنه. این ملت ها میبینن. این نهضة الشعوب هي في الواقع حرب بين الإرادة، جنگ إرادها، إرادة الشعب وإرادة أعداء، جنگ عزم هاي الراسخة، هر که عزمش بیشتر بود او برنده. وأكثر تحملا للصعاب فهو منتصر حتما. من به شما عرض بکنم این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رسید.